با خانم نسیم ادبی گفتگو میکنم، بازیگر فیلم سینمایی آشفتگی. نقش متفاوتی داشتین، چطور شد قبول کردین؟ خیلی جای سوال نداره که چرا قبول کردم. به هر آقای جیرانی کارگردانی هستن که من میدونم خیلی از بازیگرا دوستان که جلوی دوربینشون قرار بگیرن و من هم جزو کسایی بودم که همیشه دلم می‌خواست با ایشون کار کنم و خدا رو شکر این اتفاق افتاد. اقبال چطور بود از این فیلم؟ خودتون روی پرده دیدین، راضی بودین؟ من به شدت دوست داشتم خیلی، یعنی زمانی که این فیلم رو دیدم همون انتظاری که داشتم، زمانی که فیلم نامه رو خوندم انتظاری که از فیلم داشتم کاملا برآورده شد و خیلی دوستش داشتم. واقعا لذت بردم و خوشحالم از اینکه توی این فیلم یک سکانس داشتم. از چالش‌های نقشتون نمیگی؟ نقشه نه، یه زنه در حقیقت، خب اصولا بازی کردن نقشه کوتاه یکم سخت‌تر هستش، برای اینکه تو باید تمامیت اون کاراکتر رو توی اون یک سکانس، توی اون چند دقیقه نشون بدی. یکم برای من سخت بود واقعا این که توی یک سکانس بخوام این زن رو به تصویر بکشم، ولی برام جالب بود و جذاب بود و این چالش خوب و بامزه‌ای بود که تجربهش کردم. خانم ادبی، قطعا شما این چند روز رفت آمد دارین توی جشنواره، در مورد این اخبار هستین، سرمایه گذارهای مشکوک که یه جورایی افکار عمومی و تحت شای خودش قرار داده، شما به عنوان بازیگر چقدر براتون مهمه وارد پروژه میشین در جریان اون سرمایه گذاری و تهیه کنندگی قرار بگیرید؟ ببینید، مسلماً با عنوان یک بازیگر الان مخصوصا بعد از این اتفاقاتی که افتاده و این حواشی که به وجود اومده در مورد این سرمایه گذارها و اینا، دقتاً بیشتر خواهد بود اینکه چه کسی داره سرمایه گذاری میکنه یا از چه راهی هستش، ولی اصولا برای مردم ما باید اون فیلمی که دارن روی پرده میبینن مهمتر باشه. یعنی الان یک جوی به وجود اومده که انگار فیلم رو میذارن کنار و میبینن که کی سرمایه گذاری کرده، کی پول داده، آقا اصلا چیکار داری، اصلا حالا هر چی، من نمیگم چیکار داری، اوکی اون هم باشه، ولی خود فیلم هم مهمه. واقعا زحمتی که برای فیلم کشیده شده، کارگردان، بازیگرها، شما می ندید میگیرین اینکه فیلم چجوری اومده رو پرده، یا اینکه فلان، یا اینکه هر چیزی بوده، بعد این سرمایه این فیلم از کجا اومده. خیلی خوب اصلا فیلم رو ببینیم، بعد حالا این میتونه به عنوان یک سوال باشه، نه اینکه به عنوان یک دغدغه باشه. الان بیشتر شبیه یک دغدغه شده و انگار براشون یک دستاویز شده، برای اینکه مثلا اهمیت ندن به بقیه چیزا، فقط ببینن که سرمایه گذاری این فیلم از کجا اومده. فیلم به اون خوبی جاندار نباید کارگردان بشینه توضیح بده که من ثابت میکنم که سرمایه فیلم من از کجا اومده، یا حالا خیلی فیلم های دیگه. خانم معتمدیار یا باران کوثری خواسته بودن که آره میدونی، خب این خیلی بده واقعا، که منظورم از نظر تماشاچی هستش، یعنی زمانی که فیلم میاد اکران میشه، اینها میان میگن که انگار قبل از اینکه فیلم رو بخوان واکاوی کنن و به نقد و بررسی بپردازن، انگار این براشون مهمتر الان شده تا اینکه خود فیلم. امیدوارم که واقعا همه چی واقعا مثل قبل بشه، خوب بشه، بهتر از قبل بشه و دغدغه‌های ما واقعا خود فیلم باشه.